سلام بک دیگر از مجموعه برنامه تحول با من لطیف محمود خوش آمدین در تحول امشب سفر رایل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان به افغانستان و آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را به بررسی میگیریم مهمانان تحول امشب آقایان محمد ناطقی آقای روابط بین الملل ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر بسیار خوش آمدین اما قبل از آن وقف کوتاه بازم خوش آقای رومان سفر آقای شریف به افغانستان چه پیام داره آیا واقعا پیام سال داره یا نه آغاز راوند دیگر از بازی سیاسی و استخباراتی است با سلام به بینندگان تلویزیون شما و به اجازه محترم نایجان و آقای ناطقی تشکر. من فکر میکنم که ترکیب از اردو را داره یعنی هم به سلسله مذاکرات به اصطلاح مذاکرات که قطع شده بود ای پیام خواهد داد که ای مذاکرات آغاز میشه و اونا بخشی از طالبان را شاید وادار بسازن که به این پروسه دوباره شکل عملی بدن و با نمایندای داخل افغان... افغانستان داخل مذاکره و تماس شوند و وقتهای معین بکنند و جایهای معین بکنند و پیام دیگیش ای است که باز هم تحت افکار آمی داخلی تحت افکار آمی بین المللی اونا مجبور هستند که به یک نوع سازش پوشالی از یک قشری از مخالفین دولت افغانستان ایار بکنن و باز هم بازی های را برا که ام جامعه جهانی را مصروف بسازن تا یک حدی اگر بگویم فریب نمیتن ذهن اونها را و هم افکار داخلی افغانستان طور که معلوم میشه از نقطه نظر اصول مذاکرات سیاسی مخصوصا که در او درگیری های مسلحانه مطرح می باشه طرف درگیر به هیچ وجه نقش میانجیگرانه یا نقش میانجی بودن یا از دست بالا عمل کردن هم مشخصا پاکستان اشاریتان است بله؟ من فکر رو می کنم که دولت پاکستان و عنوان طرف درگیر که باز موضعی هایشان هم بسیار زیاد مشخص شده و دولت افغانستانم. آقای اشرف غنی در پلیسی های خود مطرح میکنه که صلح ما اول, اول با دولت تا پاکستان است معنای گپ دیگه است که ما با پاکستان در یک جنگ اعلان نشده ولی تو گفتن نیره قرار داریم و تنویل تجهیز مسلح ساختن و ار از چندگاه گرم ساختن جبهات جنگ در افغانستان از روی پاکستان میشه بنابراین آمدن نواز شریف ارچند یک تبل مذاکره و مفاهمه و نایفهم. آغاز مذاکرات اینا رو میزنه بس. اما از نظر من یک بازی دوگانه است که من خدمت شما بخواستم خانم فرید یک سال قبل رئیس جمهور افغانستان برخلاف عرف دیپلماتیک سفر داشت به پایگاه قدرت یا یکی از اردوگاه های پاکستان و با امین جنرال دیدار داشت بعد از یک سال مثل 16 سال یا 12 سال گذشته که رئیس جمهور 21 سفر داشت ما به یک دور باطل گشتیم از کجا باید دانست مردم افغانستان که این دور دور باطل نباشه و این سفر جزو سیاست های فصلی پاکستان نباشه به نام خدا عرض عدد خدمت شما مهمانان محترم در بس و مخاطبین شبکه خوب شما ببینید ببینین در ابتدا چنانچه جناب آقای رومان هم مطرح کردن این سفر قرار بود قبلا هم اتفاق بیفته اما مسئله شاه شهید و مسئله مرگ ملا محمد عمر و مسائل از این دست و تیره شدن روابط افغانستان و پاکستان باعث شدی سفر به تعویق بیفته بعد از تماس هایی که در هاشه کنفرانس پاریس و در هاشه کنفرانس قلب آسیا بین دو طرف صورت گرفت و مخصوصا در پاریس بلندترین مقامات افغانستان و پاکستان با هم نشستن و صحبت کردن زمینه این سفر آقای راهیل شریف به کابل فراهم شد و آقای شریف به کابل آمدن بره. اما به جواب سوال شما وقتی که ما یک برنامه تقریبا، ده ساله یا بیشتر از یک دهر ما رو مطالعه قرار میدیم و میبینیم که این برنامه نتیجه نداد باید آسیب شناسی بکنیم و ببینیم که اطراف این قضیه و زیربنای بحث ما از کجا سرچشمه گرفته آیا میتوانیم از چنین مذاکره و تماسی و چنین رابطه کجدار و مریضی نتیجه بگیریم یا نگیریم بحثی که ما باید از و دولت مردان ما در زمان مذاکره باید در نظر بگیرن این هست که چه چی چیزی سیاست خارجی پاکستان را هستی میکنه اگر شما حمایت از تروریسم و حامی بودن پاکستان به عنوان یک کشور حامی تروریسم از سیاست خارجی پاکستان بگیرین چه چیزی برای کشور میمانه این کشوری که انرژی نداره بالاخره دسترسی به راه های مواصلاتی اصلی جنوب آسیا نداره این کشور بدون حمایت تروریسم چه ابزاری در دست داشت شما این سیاست تجارت جنگ پاکستان میپندارین؟ چیزی مثل چیزی مثل این این سفرها وقت خریدن هست بس. و امور رقم که آقای رمان هم گفتن مصروف کردن امریکا و کشورهای حتی کشورهای حامی تروریسم که یک کشورهای خلیج هستند و همچنین خود افغانستان این مصروف کردن این برنامه هست اما یک چیز نباید فراموش بکنیم مخصوصا رهبران ما وقتی که تصمیم میگیرن در مورد بحث صلح و میان و به عنوان یک رهبری در یک کشور دموکراتیک از مردم رأی گرفته و باید در هر سیاست خود مردم را آگاه بسازه که چرا این قدم برمی اگر دورنمای صلح روشن نباشه اگر آخر بازی معلوم نباشه چطور میتونه یک رهبر پا بگذاره در پروسه ای که نتیجه از اون معلوم نیست و در اخیر با چه جوابی داره برای مردم تشکر آقای ناطقی اشاره جالب با خانم فرید کردن ما امواره آغاز گرم را شاهد بودیم و یک انجام تلخ را از کجا باید آغاز کرد که ما یک انجام روشن را هم داشته باشیم چه قید و بندها و چه شرط و خط قرمزهایی در آغاز گفتگو که چند روز بعد آغاز میشه باید حکومت افغانستان داشته باشه که ما دور باطل را بار دیگر تکرار نکنیم نه. سلام خدمت بینندگان عزیز برای اجتناب از دور باطل و تکرار اون که در طی 13 14 سال در باب صلح و مذاکره و گفتگو اتفاق افتاده و مسئله اینه که صلح رو ما باید در صحه عمل مطالعه کنیم نه در ساحه شعار و در این مرحله که قرار است که در سال جدید مذاکرات شروع شود در اول سال جدید 2016 شعارها و ادبیات بسیار جذاب و دلپذیر و دلنشین اینا اینا مشکل ساز چیز یعنی به اصطلاح مشکل را حل نمیکنه به خاطر که مردم افغانستان گوشش به چنین ادبیاتی به چنین آشنا هست مونتا اون چی که مهم صلح نه در عرصه شعار بلکه صلح رو بعد از این باید در عرصه عمل و در عرصه اینا رو باید بعد از این مطالعه کنیم دست کم در حوزه عمل چه کارهایی را باید حالا <تصفح> عرض میکنیم اجازه بدید انجام بده که حداقل ما از بحث الفاظ و تیوری ها به بحث عمل ببینید در مذاکرات های شریف امروز چندین تا مسئله اساسی مطرح است و اگر چنانچه هر کدام از اینا عملی شود و این نکته ها به اصطلاح بعد عملی و عینی و ملموس و قابل درک به خود بگیره چیز خیلی خوبیه ما ما اینا رو میخوایم این عملی مثلا اولین مسئله ای که اونا مطرح کردی بود که باید عملیات مشترک علیه ها شروع شود از هر دو طرف البته جزئیات این و مکانیزم مکانیزم این معلوم نیست که چه رقم خب این تعبیرهای مختلف شده ولی این که هماهنگی شود بر این که توافق بکنه دو کشور هماهنگی ایجاد بکنه بر این که همزمان عملیات مشترک رو هم اونا در اون طرف مرز و هم اینا در این طرف مرز همونطور که گفتن که در دو, در دو سوی خط بله هر دو کشور متحد میشه برای که عملیات مشترک نظامی و جنگی را علیه تروریستا را بیاندازه خب این خیلی خوبه اما مثلا این جزب در... سیاست های تبلیغاتی و اعلامی آقای ناطق اجازه بفرمایید جزء سیاست های اعلامی و تبلیغاتی پاکستان بوده بارها رهبرای پاکستان به افغانستان گفته که پاکستان و افغانستان قربانی تروریسم منطقه‌ای خب و ایره ما, ما باید مشترک این باید این رو من عرض که بلد. ما این چیزا رو حرفاش ببینیم در عمل واقعا چیزی میشه یا نه مسئله دومی که باز بسیار اهمیت داره و مسئله ای هستن که اصولا گفته شد در مذاکرات امروز که مشخص شد که اون دست از گروه که علاقمند و طرفدار صلح و مذاکره است اونا در میز مذاکره می اونا در میز مذاکره می یعنی در گفتگوهای سال جدید دقیقا اون دسته ها و گروه از طالبان که البته این مسئله تا یک حد رو قضیه رو روشن میکنه که طال... مثلا گروه هایی که در افغانستان می جنگه علیه حکومتی ما آیا اینا طرفدار صلح هست یا نه خب پاکستانیا این تعهد رو به ما باید بده و این تاثیر رو چون روی از اونا داره اونهایی را که طرفدار صلح هست گفتن خودشان گفتن اونها رو میاریم در میز مذاکره خیلی خوب و اونهایی که طرفدار صلح نیست باز هم اعلان کرده که اونها رو سرکوب میکنیم همین گفته عملیات مشترک در دو طرف یعنی سرکوب مخالفین سال آره در هر دو طرف مرز باشه یعنی دقیقا با گروه هستند هستن که اونها ضد صلح و مصالحه را قبول خیلت. نداره مسئله سومی که باز هم به نظر ما بسیار اهمیت داره مسئله اینه که گفتن باید این مرز رو کنترل بکنیم یعنی به اصطلاح یک به تعبیر انگلیسیش همون بورده منیجمن یعنی یک مدیریت مشترک و یک کنترل مشترک در, در مرز باشه بر اینکه رفت و آمد های تروریست ها رو اینها کنترل بکنه اینا و موضوعات دو ست دو, ست دو, تا دو تا مسئله دیگه هم هست که باز باز در دور <تصفح> آقای رومان یک کم کار هم مشکل تر شده ما شاید چند دستگی تشتت و پراکندگی در صفوف و رهبری طالبان هستیم طالبان عملا به چند دسته تبدیل شده و پاکستان شد بالای تمام از دسته های طالبان نفوذ قابل لازم را نداشته باشه میکانیزم مصالحه چگونه خواهد بود پاکستان چگونه قول قرار عملی برای زعامت افغانستان خواهد داد که اون دسته از مخالفینی که واقعا طرفدار سر هست بیان اون دسته که نیست باید سرکوب شود خب اول عرض کنم خدمتتان که موجودیت چند دستگی در یک گروه سیاسی نظامی یا یا هر گروه دیگه که فعالیت میکنند در یک از, اجتماعات بزرگ یک امر طبیعی است از خاطر این چندستگی دستگی چندان نگرانی ایجاد نمیکنه ولی ولی. بله. اما بعد بر برن... مرگ رهبر کمی بیشتر شده از 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 سطح عمق از عمق به سطح آمد که ما مرزای از او را مشاهده میکنیم ولی به هر حال این چیز چند دستگی هم در جانب مقابل وجود داره هم در جانب در دو جانب این وجود داره نه. در دولت افغانستان هم وقتی شما ببینید صدای یک صدا نیست صداهای مختلف است درهای مختلف است آجنده مختلف است یک امر طبیعی است ای که اونا چی گونه تعهدات داده میتونن بستگی به خواست جانب مقابل یعنی دولت افغانستان داره Uh, ما باید سوال اتر ببینیم از نقطه نظر از, از ای که ما چه خواسته های از جانب پاکستان داریم من فکر می کنم که خواسته های عام که ما دو کشور امسایه هستیم دو کشور مسلمان هستیم دو کشور برادر هستیم نمی که فرهنگ مشترک دار اینی خواسته ها خواسته است که ما را به صلح و به مذاکرات نزدیک نمی کنه ما خواسته های بسیار طبیعی داریم که از چل سال به این طرف پاکستان به عنوان و سوی افغانستان به عنوان یک حیات خلوت خود نگاه می کنه تا او را ام بازار فروش شوه ام وسیله استفاده در سطح جهان و منطقه شوه ام یک دستگاه و یک دولت را حداقل سرسامان بته که طبیعیت و تابعیت از رژیم سیاسی پاکستان داشته باشد از این نقطه نظر خواست دولت افغانستان یگانه خواستش و خواست بسیار عمدیش ای است که همونطور که باز در ادبیات را میگن که ممو سرش که از دو چشمم پاک کردن چه حاصل علاج بکن که از دلم خون نیاید بس. ما باید تقاضا بکنیم که وقت خودت به عنوان یک دولت مستقل عضو ملل متحد خدمی میگیری مم. تو مجبور مکلف هستی به اساس ماده تو تو 135 یا 134 منشور ملل متحد اگر غلط نکنم امی ماده ها را تو مجبور مکلف هستی که پایگاه های ضد دولت افغانستان برداری حتی ما بارها از این میزا و از میزهای دیگه گفتیم که این پایگاه ها پایگاه های اختیاری است فرق پایگاه های اختیاری و غیر اختیاری است که دولت میزبان در آلت اختیاری دشت. و, و مهمان خود اسلحه فراهم میکنه تجهیزات فراهم میکنه و پناهگاه بر از اون ایچ ای خواست خواست طبیعی مردم افغانستان است به یک جمله دیگه که ارگا ای خواست ما محقق شوه ما با مخالفین خود در داخل و شکل از اشکال کنار میاییم و مذاکره میکنیم تشکر خانم فرید از یک سو بدین سو بحث سال در گرو برخی از علاقات مشخص در چارچوب ارگ است هم شورای سال در یک تجرید به سر میبره در این امر ام شورای ملی افغانستان که نمایندگان مردم است در این امر چندان دخیل نیست شما که نماینده مردم در مجلس هستید انتظارتان از حکومت افغانستان در امر گفتگوهای صلح چیست بارها مذاکره کنندگان افغانستان بله. برگه های سفید را رو روی میز پاکستان گذاشته انتظار شما این بار چیست خب سوال شما بسیار سوال خوب است و جوابم برمیگرده بر گرده با آنچه که در ابتدای بحث مطرح کردم. ببینید ما دو حالت داریم. البته من میدانم که حکومت افغانستان با یک حالت پارادوکسیکال مواجه هست. بسیار سخت هست که شما از یک کشور هم بخواین که اه, کمک بکنه به حل معضلات شما و هم بدانین که یک کشور کمک نمیکنه. متوجه این حالتی هست که حتی کشورهای قدرتمندتر از افغانستان هم شاید نتوانند مدیریت بکنن این ما اما نگرانی ما هست که رهبران افغانستان و کسانی که در پروسه صلح فعال هستند از خود دو سوال اساسی رو نمیپرسن ببینید وقتی که شما میگین پاکستان یک کشور حامی تروریسم هست و وقتی که تحلیل تجزیه میکنن چنانکه که بیشتر گفتم سیاست خارجی این کشور فقط حمایت از تروریسم و ابزار بودن تروریسم در دست این کشور هست که هستی من میسازه و شما 14 سال بر مردم افغانستان آمدین و این واقعیت رو گفتین با اسناد و مدارک و شواهد و بعد دوباره بر تبل خالی صلح میکوبید و باز میگه ما میخوایم بریم به طرف پروسه صلح ببینید شما سخن از چند طالبان نزنین سخن از این که طالبان حاضر هستن بیان پای میز مذاکره نزنین وقتی که مطمئنن و میدانین با اسناد و شواهد که این گروه یک گروه مزدور هست و حمایت و عقبه حمایتی مانند پاکستان پشت سر از او هست و بعد ما با ما کشور مثل پاکستان وارد صلح بشیم پس تن دادن به مذاکره از اعتبار رهبران ما در درون میکاهه و انتظار ما ای هست به عنوان نماینده های مردم که رهبران ما اعتبار خود حفظ بکنن چگونه و, و برن به طرف یک راه, راه،, راه، راهکاری که میتونه جواب بده خب چگونه سوالی که از جناب آقای ناطقی هم شما پرسان کردین افغانستان همین حال در وضعیتی هست که میتونه یکی از این چهار گزینه رو انتخاب کنه یکی حفظ حالت موجود هست بله. یعنی ما همین حالت کشدار و مریض رو با پاکستان دست بگیریم روی دست بگیریم ادامه بدیم یکی خب بدتر شدن رابطه هست تنش ها بیشتر بشه روابط دیپلماتیک ما کمتر بشه تماس کمتر بشه و اتهام ها بیشتر بشه یکی تجدید نظر استراتژیک هست که این بدون یک حالت برد برد که طرف مقابل که پاکستان هم هست علاقمند باشه که کار انجام بده ما بتونیم یک استراتژی که هر دو کشور در او شامل هستن رو روی دست بگیریم امکان نداره که تجدید نظر استراتژیک هست حالت چهارم که به نظرم بهترین راهکار هست این هست که شما روایت را تغییر بدین ام. گفتمان را تغییر بدین چه گونه این گفتمان تا به حال یک گفتمانی بوده که بر, پ... بر مبنای فاز امنیتی استوار بوده ام. شما کشورهای منطقه را آوردین کشورهای جهان آوردن رفتیم به سازمان ملل متحد اسناد بردن شواهد بردن که پاکستان حامی تروریسم هست و 14 سال هست که در افغانستان حملات انتحاری مشکلات امنیتی افغانستان دلست. از از کشور مثل پاکستان سرچشمه میگیره و این جواب نداد بیاین روایت تغییر بدین و یه گفتمان رو ببرین به فاز اقتصادی افغانستان رو به جای برسانین که نگاه فرودست که امروز پاکستان نسبت به افغانستان داره ای نگاه تغییر بکنه مم. کشورهای منطقه را به جای برسانین که افغانستان را به عنوان یک کشوری بحث که واقعا و قربانی و آغاز این بحث باشه. بله اتفاقا من اونها را می‌خواستم مثال بدم به عنوان یک مرکزی که میتوانه همون رقم که در اشعار بزرگان ما گفته شده قلب آسیا باشه قلب آسیا باشه و دیگه پاکستان دست از این کارها یا نتوانه ادامه بده چنین برنامه ایره و اتفاقا بحث هم که من میخواستم مطرح بکنم بحث تاپی کاسا یک هزار پروژه های بزرگتری از این حتی که به افغانستان را از یک چالش یا یک حوزه چالش زا و تهدید به یک حوزه فرصت زا تبدیل بکنه ما این کار بکنیم اما یک چیز دیگر فراموش نکنیم افغانستان در یک وضعیت متفاوت هست و ایر ما میخواییم که رهبران به جهان بگن این رو به کشورهای منطقه بگن و کشورهای منطقه رو به این نتیجه برسن که تحریم بکنن پاکستان فشار بیان روی پاکستان که چرا حمایت میکنی از از یک گروه ابزاری و باعث میشه که اکثر حملاتی که نه تنها در افغانستان بلکه در جهان هست هم از اونجا سرچشمه بگیره یکی از اون وضعیت هایی که پاکستان هم باید به این نتیجه برسه این هست که ذهنیت عامه افکار عمومی در درون افغانستان حال دیگه تغییر کرده بح حال بحث این که پاکستان به عنوان یک کشور حامی تروریسم مطرح هست و تعریف شده دیگه بحث فراقومی است مذهبی است در جامعه مدنی در رسانه ها در همه جا دیگه تقریبا همه ملت افغانستان یک زبان به این نتیجه رسیدن که چنین تغییری به وجود آمده ابعاد دیگری یعنی هم تصویر نو داره که در بحث ادامه دو مبحث در بحث گفتگو گف. گفته های سل با طالبان یا پاکستان مترس یک اعمال فشار از طریق افکار بین ملی که سازمان ملل متحد عنوان در رأس میتونه فشارهای لازم را به خاطر حمایت پاکستان از برخی از را را حلقات رادیکالیزم اعمال بکنه بحث دوم افغانستان به عنوان یک فرصت اقتصادی در جنوب آسیا به عنوان گرهگاه و دهلیز منطقه هم است. این دو فرصت را چگونه میشه از آمد افغانستان و رهبری افغانستان با دیپلماسی قوی اقتصادی و بینالمللی مدیریت بکنه پس از وقفه کوتاه این پرسش از آقای ناطقی کرد خواهیم کرد همراهی بازم خوش آمدید آقای ناطقی از کدام منظر میشه خوبتر گفتگاه سل را در یک مسیر مثبت جهت داد آیا هموار نمودن بسترهای اقتصادی که افغانستان به عنوان یک فرصت در منطقه پنداشته میشه از جیو، جیوپلوتیک و جیوکرمیک یا نه فشارهای افکار به بر پاکستان میتونه جهت پاکستان در بازی های یا در تعاملات سل تغییر بده؟ و یک پاکستانی یک عجیب مردمی هست و البته مردم هم حکومت دیگه یک ناخود ترنشه هست اگر نه الان افکار عمومی کلان علی افکار عمومی در افغانستان با پاکستان نیست دیگه و دماغ مردم اونا نداره در افغانستان ولی خوی حرفا و خاطر که اونها منافع را در ادامه همین سیاست ها میدنستان این حرفا به گوش از اونها نرفتن ببینید چند نکتر خیلی مهم برای رسیدن به صلح برایش مثال هم تا زمانی که ما معیوس نکنیم طالب بر را برای اینکه جنگ رای حل نیست یعنی اونا معیوس نشود ناامید نشود از اینکه از طریق نظامی به هدف و مرسای اماره از اون که مطرح میکنن و از طرف دیگه هم پاکستان هم باید به این جنبندی برسه که نظام افغانستان از بین نمیره چپه نمیشه سرنگون نمیشه اینا اگر پاکستان به این نتیجه رسید و طالبان هم به این نتیجه رسید که از طریق جنگ نمیتونه به هدف خود برسه در اون صورت در اون شرایط و زمین های صلح فراهم میشه اما مشکل فکر, فیلی مشکل فیلیش. اساسی در اینه که اونها در شک افتاده ام. ولی هنوز به یقین نرسیده شاید هم بعدش هم به یقین رسیده باشه برای اینکه ما از طریق جنگ به اهداف خود نمیرسیم و این خیلی مهمه ببینید در سوریه میره خمشیدین صلح سوریه زودتر از ما میشه در سوریه درست پنج سال جنگ شد و واقعا یک فاجعه بزرگ اونجا ایجاد شده ولی سوم در اونجا زودتر میشه چرا به خاطر که مجموعه گراه های تروریستی که در خاک سوریه عمل میکنن به این نتیجه رسیده که از طریق جنگ نمیشه با آقای حکومت آقای اسد از بین ببریم حتی کشورهای که حمایت میکنه باز هم اما برداشت, برداشت برداشت حیات خلوتی باشه که افغانستان دوران حیات خلوت اسکر ده میگه از اشتباهات بزرگ که شما نگاهشون به افغانستان یک حیات خلوت باشه این رقم اگر باشه نه بنابر این ما باید این خود افغانستانی مساله باید با اونا نشان بده که نه این رقم نیست حکومت نظام بالاخره سر جای خود هست و شما ما از طریق طالب شما ای طالب که میجنگی شما ما از طریق جنگ به اهداف خود نمیرسید در این صورت ما به صلح نزدیک میشیم یکی از مسائل خیلی بنیادی هستن که ناامیدی و اون که اونها به این نتیجه برسه جنبندی ناامیدی شنا مسئله دومی که باز بسیار بنیادی و اساسی است که ما رو به صلح نزدیک میکنه چون شما فرمودین که چرا میرسیم از خبیل همین مسائلی که الان پیش آمده دو سه تا مسئله بسیار مثبت که ممد صلح هست در اینجا رخ داده یکی مسئله تایپیست یعنی <applause> این یک پروژه بسیار بزرگ است یا هم به نفع چون بدون همکاری پاکستان امکان نداره پاکستانیا امکان دارد در ارتباط با مسئله این پروژه عظیم در اینجا یک مقدار نگاهی به مسائل چی داشته باشه یعنی به این معنا که دیگه جنگ نکنه جنگ اگر بکنه این پروژه هم از بین میره و این به لحاظی که پاکستان خیلی احتیاج داره به سوخت به انرژی به این مسائل اینا یعنی این پروژه یک، یکی از عناصر بسیار یکی از معلف های خیلی بزرگ و ممید صلح هست مسئله سومی که باز،, باز،, خیلی اهمیت داره و در همین مسئله همصدا بودن همصدا بودن پروسه استنبول یا قلب آسیا این ای, ای مجموعه چارده کشوری که در اونجا عضو است و عبده کشوری که حمایت میکنه بله. و ده ها سازمانی که در اونجا به یک نحو شرکت میکنه اینا هم صداست با افغانستان یعنی عین همون چیزی رو که شما در اینجا فریاد میکشید اونا هم همین گبه میزنه خب این ما رو خیلی کمک میکنه در کنار از ما مسئله شانگهای هم داریم و از همه از اینا مهمتر اینه که در شرایط فعلی مسائل چیز بین المللی یعنی مثلا کشور مثل آمریکا و اروپا اینا هم بسیار عاشق صلح هست و همینطور که گفته شده در بله. بعضی تحلیل ها ما خواندیم که آقای راهیل شریف که آمده امروز صحبت کرده و گفته این حرفی را که ما میزنیم هم حرف ماست هم حرف شرکای ماست یعنی بله. این که حرفی را که راهل شریف در ارتباط با مسئله از سرگیری مذاکرات صلح رویش تاکید میکنه میگه این حرف ما هم هست بلد. ما به نهایت به این تاکید داریم چون اونا میگه ما هم قربانی تروریسم هستیم و حرف شرکای منطقه و بین المللی ما هم هست بلد. یعنی مسئله چین مطرح میکنه آمریکا مسئله منطقه و اینا هست بلد. بنابراین در لحاظ بسترها و شرایط و زمینه ها برای یعنی همینا خودش یک شواهد می دلایل میتونه برای اینکه ما را تا یک حدی به صلح نزدیک بکنه و عوامل و دلایل صلح به ما نشان بده عرض کردم که کار خیلی سختی هستن و ما نباید خوشباور باور بشیم برای اینکه یک وقتی خدای نخواسته اون تجربیات 13 14 سال دیگه تکرار شه چون واقعا مسئله صلح افغانستان یکی از پیچیده پی ترین مسائل حتی منطقه و جهان اینا شد خیلی تشکر آقای رومان بعد در بحث سال آمریکا و چین هم میتونه به عنوان دو کشور گذار نقش ایفا بکنه خواست افغانستان از نقش این دو کشور در امر گفتگوهای سال چیست این دو کشور تاثیرات لازم خود را بر چگونگی عملکردهای پاکستان در سطح منطقه داره چه انتظار باید کرد که اینا خوبتر ایمال نفوذ بکنه بر پاکستان و پاکستان را به عنوان یک معیده برش وارد باشه تا پاکستان این بار در در اقات تر نسبت به گذشته عمل بکنم ببینید تا زمانی که ما هستیم و مراحل مختلف مذاکرات بین الافغانی و مذاکرات حتی منطقوی را مطالعه کنیم نقش چین و آمریکا و دیگر کشورها یک نقش, نقش تقریبا اخلاقی بوده او هم به خاطر از که دولت افغانستان خواست خود با فرمول های معین مطرح کرده نتانسته و یا بسیار عام و کلی صلح مطالبه کرده و دوستی را و مناسبات و چی چارچوب های امزیستی مسالمت آمیز و اینا ای شک ندارم که هم امریکا و هم چین و هم کشورهای دیگی قدرتهای دیگی صلح دوست جهان که خدا سردمدار شورای امنیت ملل متحد میگن و حق ویتو دارن فکر می کنم که تحمل نخواهند کرد که ام در یک خانواده به ملل متحد با یک کشور باشند که پناهگاه و آمی خرابکارای یک کشور دیگه یا یک کشور امسایه خود است یا به شکل از اشکال از یک کشور حمایت بکنند و با اونا دوستی داشته باشند که اونا امسایه خود خراب میکنن و پیوسته از چل سال به یا پینجا سال به این طرف بر از اونا خرابکار و تخریبکار و چی و چی مفرستن چون ما خواست نداریم خواست افغانستان در حالی از ابهامات است چرا چون است؟ افغانستان چرا متاسفانه با گذشت 13 سال و این خم و پیچ های سیاسی رکدید این همه کشدار و مریض روان است و خواست سریع نداره ما فکر میکنم که اگر از موضوع دور نریم ما تقریبا یک چهار سال پنج سال پیشتر گفته بودم که مدیریتی که در اثر اینمی تعاملات اخیر در افغانستان به وجود آمده این یک مدیریت سالم نیست یک مدیریت پروازی است حکومت ملی می, می هر حکومت بله؟ از از سال 2013 تا تا به امروز مم. یک حکومت است که آمده وارد شده در دا داخل افغانستان رهبرای ازی و تصمیم گیرایش و وزیرایش و اینایش اینا هیچ نوع دلبستگی و علاقمندی آنچنانی که یک باشنده از این مملکت از بهارش و از تابستانش و از خزانش و از زمستانش رنج میبره و کسب لذت میکنه اونا نداره آمدن به یک مدیریت پروازی یعنی اگر امروز اینجاست فردا یک جای دیگه است حکومت مبتنی بر اراده مردم نه خب ظاهرا بگیریم که مبتنی بر اراده مردم است چون این از رای مردم از, از آرای مردم میایه ولی آرای مردم هم آرای توجیه شده است بر صورت ما میخوایم را بگویم که عدم کفایت دولت مداری ما در یک طرح صلح است بله. ما همیان نمیفهمیم که این دولت ما از پاکستان چی میخواد بله. از, از مسئله داخلی چی میخواد از مسئله بین بیشتر شما گفتین که ما چه چی, چی باید بخوایم من میگم که اگر اشتراک منافع اقتصادی می خواهیم. اگر اصول مناسبات زیست باهمی و امسایگی نیک می خواهیم، همه این باید در یک چارچوب مشخص روشن شود، و برای امریکا و چین و کشورهای دیگه گفته شود ما فکر می کنم که پروسه افغانستان یا دوسی افغانستان بهتر است که ببریم به ملل متحد و ملل متحد تصمیم بگیره که ما این را به نظر شما راهی نیست که به ترکستان بره بله فکر می کنم راه راهی را است که به ترکستان میره خب است که به مکان به ترکستان میره بله ایرا ای ها اطلاف وقت است و سردرگمی ایجاد کردن است و در نهایت امر میایم که یک پیشبینی هم بکنیم چون شاخصه هایی برای سیاست داریم که در نهایت امر یک گروه کوچک یا کلان طالبایی که متمایل با صلح هستند تحت فشار طالبان با یک سلسله امتیازات عجیب و غریب داخل مذاکره خواهد شدن بله. و یک گروه دیگهش تجدید آرایش خواهد بله. یا به نام داعش خانم فرید اگر این دور از مذاکرات که چند روز بعد آغاز میشه اطلاف وف وقت ندانیم از نظر شما حکومت افغانستان که نماینده مردم هستین با چه گفتمان مدون و با چه خط قرمزهایی از قبل تعریف شده و اون خط قرمزها برخواسته از تجربیات 13-14 سالی ما باشه وارد این گفته باشه من. خب اجازه بدین که من بحث قبلی خودم جمع بکنم چون دو موضوع از رو گفتم که تصویری که امروز از افغانستان سال 2014 ما سال 2015 مطرح میکنیم تصویر متفاوتی هست یک نگاه متفاوت نسبت به پاکستان وجود داره و از یک زبان متحد همگی میدانیم که پاکستان چه, چه کارهایی را انجام بده و چگونه کشوری هست بحث دیگه جامعه جهانی هست که ده. موقفش در حال تحول هست و با انتخابات ایالات متحده آمریکا شاید تغییر بکنه و ده. به نفع ما تغییر بکنه بحث دیگه نیروهای امنیتی و مردم افغانستان هستن که ثابت کردن به هیچ وجه عقب نمی نشینن از ارزش خود و این ثابت کردن در طول سال گذشته که سال بسیار ام 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 پرخطری بود برای مردم افغانستان که درسته که ما از دست میدیم نیروی انسانی زیادی ره ولی عقب نمی از ارزش خود ده. و بحث بعدی که دنیا دیگه در یک همکاری دراز مدت با افغانستان هست ایره در نشست ناتو که در گذشته 45 کشور با افغانستان بودیم امروز 47 کشور هست در چوکات ناتو یا در نشست های دیگری که شما ببینید و مطالبه کنید میبینید که جهان قول میده و میخواد که افغانستان به عنوان یک کشور به شکل دراز مدت حمایت بکنه به شکل پروژه نه امروز و فردا نه و اینها همگی متغیرهای هست که پاکستانی ها هم در نظر دارن و مردم افغانستان هم میدانن و رهبران هم باید در چوکات مطالبات خود از جانب مقابل این مساله در نظر بگیرن خب چه بکنیم که و چه چارچوبی مطرح بکنیم که بتوانیم از اون نتیجه بگیریم من دوباره بحث قبلی خود میخوام مطرح بکنم وقتی که میدانیم جانب مقابل حامی تروریسم هست و نمیتوانه بدون حمایت از تروریسم سیاست خارجی خود به پیش ببره و هیچ وقت پروسه صلح پروسه ای نخواهد بود که نتیجه بده بر مردم افغانستان و حتی اگر گروهی رو به پای میز مذاکره بنشانه جانب مقابل گروه دیگر جنگ رو در افغانستان ادامه خواهد ادامه خ... داد و ما میریم به طرف یک دور باطل همان گونه که اشتباهاتی که 14 سال گذشته داشتیم اونها رو دوباره تکرار میکنیم ما چرا این قدم ها رو برداریم اگر واقعا یک عقل و فراست مدیریتی و تدبیر درسته داریم اگر جانب مقابل وقت میخره شما هم به دنبال این باشیم که جهان را و کشورهای تصمیم گیر را در مورد پاکستان به این نتیجه برسانه بله. که جانب مقابل وقت میخره می و واقعیت که تشکر. این کشور نمیخواه تغییر در افغانستان شما در موجود بحث قبلی تا مطرح کردین که برخی فشارها از طرف جهان یا افکار بین ملی خصوصا در نشست پاریس هم بر پاکستان وارد بود تا پاکستان را در واقع اند با تفاوت به این بحث کشان و پاکستان هم در برابر افکار بین با ملی باید پاسخگو باشه حالا اگر این فشار وارد است درب مصالحه را هم حکومت افغانستان نمیتونه ببنده بروی هیچ چون اصل بر صلح و ثبات است از همین فرصت حکومت افغانستان از دید شما چگونه استفاده بکنه ببینید اصل بر صلح و ثبات هست اما این دوباره یک فرصتی که ما به جهان بگیم که ما در همسایگی چگونه کشوری زندگی کنیم و چه فرصت های را هر روز از دست میدیم و جهان چطور میتونه ما را از این چالشی که ما در این منطقه به عنوان یک کشوری که در حوزه چالش سیستم های امنیتی اطراف خود هست ما چطور افغانستان رو نجات بدیم من فکر می کنم بیشتر ما باید بریم به ریشه بپردازیم تا اینکه به شاخه ها بپردازیم شاخه ها این هست که شما یکسره تماس با جانب پاکستان برقرار بکنیم و پروسه صلح را یک پروسه رنگ آب داده و متفاوت مطرح بکنیم اما در اخیر روز برای مردم هیچ چیزی نداریم بگیم ریشه ها ریشه ها, رشه ها؟, رشه ها این هست که شما تعریف بکنین با. و متوجه بسازین جهان را که در همسایگی شما کشور هست مانند پاکستان مم. اما ریشه دیگه هست که اتفاقا میشه که از اینجا شروع بکنه وقتی که پاکستان تقریبا 60 سال پیش به وجود آمد بله. در مقابل تمدن به قدامت تاریخی افغانستان یک جنین بیشتر نبود ام. افغانستان یک کشوری با تمدن 5000 ساله یک نگاه است نسبت بلده. به پاکستان اما وضعیت تغییر کرد بعد از حمله اتحاد جماهیر شوروی بعد از سیل مهاجرینی که ما به جانب پاکستان داشتیم این نگاه فرادست تغییر کرد رف به یک نگاه فرود است بله. راهکاری هست که ما نگاه فرادست رو دوباره به دست بیاریم خب. ما بیایم به طرف بازیاب... بازیابی و تغییر و تعریف اون اما او خیلی زمان و... برست. خیلی اه. زمان برست. ما تا 13 سال نتانستیم خانم فرید به یک پروژه استراتژی که ما بپردازیم به معادن نتانستیم بپردازیم به برق افغانستان به آب افغانستان و به سایر سروت های ملی که ما حداقل امروز در موقفی می بودیم با پاکستان از یک موضوع فشار صحبت نکیم ما یک افغانستان شکننده نیازمند به کمک های جامعه جهانی هستیم و امروز اگر جامعه جهانی پول به ما نپردازه همین قای مسئله ما هم در اختیار ما نیست این یک واقعیت ها نیست با توجه به موقعیت عینی افغانستان از این شما چی باید کرد اتفاقا حرفی هم که من میزنم که میگم باید روایت تغییر بدیم باید گفتمان را تغییر بدیم باید بریم به فاز دیگری از فاز امنیتی بیرون بشیم همین هست ما بر اساس واقعیت ها پیش بریم بله. چرا تغییری به وجود نیامده چون ما قدم نداشتیم ما شروع نکردیم اون روایت جدید ره. ما اصلا به فکر این هستیم که مو برنامه گذشته رو ادامه بدیم از سال 2005 تا به حال که 10 سال هست شورای عالی صلح ایجاد شده در این شورا شما برید یک راپور بگیرید که بالاخره چی کردن اینها به از کمیسیون برنامه تحکیم صلح بود کمیسیون تحکیم صلح یا مو روند بازگشت یا ریکانسلیشن که طالبان برمیگردن به پروسه میپیوندن باز یک قرآن میگیرن یک چپن میگیرن یک مقدار پول میگیرن باز تفنگ اونها به اونا داده میشه که از خود دفاع بکنن و با برمیگردن باز با همون پول استفاده میکنن علیه خود ما و این روند هیچ وقت ما آسیب شناسی نکردیم که به چه نتیجه میتونیم برسیم بحث می هست که وقتی که یک قضیه و یک روند نتیجه نداده یک رهبر با فراست نمیتوانه در راه بره که مخصوصا وقتی رای مردم داره و میگه که من به عنوان نماینده مردم بوشه. هست یا اطلاف وقت هست ولی بحث دیگه همه میخوام مطرح بکنم ببینین مارکس یک چی داره یک مقوله داره میگه به اندازه کافی تفسیر شده بیایم بریم به طرف تغییر ام. به اندازه کافی تفسیر شده رخمگان در بحث ها نشستن مسائل را گفتن پاکستان را متهم کردن افغانستان را به عنوان یک کشوری که هنوز دستگاه دیپلماسی توانایی تعریف چارچوب ارزش ها و منافع افغانستان را داره این گفتیم به اندازه کافی تفسیر خب. شده باید قدم هایی برای تغییر ایجاد بشه و برداشته بشه تا این قدم ها برداشته نشه مردم افغانستان و تغییر واقعی که حقشون هست به سزاوارشون هست او که و رفاهی که میخوان و خاطر از رفتن پاکستان دو خیرای او را به دست شکر. آقای ناطقی ما از 13 سال بدین سو ادارات را با عناوین عریض و طویل ایجاد کردیم و میلیون ها که به نام مردم افغانستان آمد این ادارات هزینه کرد ولی نتیجه نسبی اقناع کننده را هم در قبال نداشت از کمیته تحکیم سال تا شورای سال که فقط ساختارهای طویل و عریض است کارکردشان عملی نیست خب حالا خانم فرید اشاره میکنن که ادامه مذاکرات با پاکستان ادامه صحبت با شاخه است نه با ریشه اگر چنین است اطلاف و وقت پول را که دستگاه دیپلماسی و دستگاه امنیتی ما هزینه میکنه در امر گفتگو و دستگاه حکومت افغانستان که مصروف گفتگو در واقع ما انرژی خود را در یک رای باطل هزینه میکنیم چرا ما هم در چارچوب گفتگوهای اعلامی نمیریم و انرژی خود در ساختارهای عملی دیگر هزینه نمیکنیم و شما رو نمیگذاره برای اینکه شما دائما تحت حملات شدید تروریست ها قرار دارین و شما رو آرام نمیگذاره و حتی اون چیزهایی را هم که ما میخواستیم مثلا اونا را بسازیم و یا تهیه بکنیم اینا اما اونا را مردم رو تور دادن وحشت کردن تاجرهای مالان گریختن دلیل مسئله همین مسئله است یعنی این جنگ است و تا زمانی که شما درباره این جنگ و درباره صلح و درباره کشورتان هم کشور هم پاکستان بالاخره یک سیاست مشخص و یک موضع مشخصی نداشته باشین و این مسائل و ای مش، مشکلات جنگ عمدترین مشکل ماست و اگر تا زمانی که ای حل نشبه و از طرف دیگه هم پاکستان هم با عنوان جدیترین همسایه‌ای که در تمام این مسائل دست داره اگر ما با ای به این به تفاهم نرسیم و مسائل را بالاخره به یک نفع به یک توافق نرسیم این جنگ ادامه میده وقتی جنگ دوام پیدا بکنه اینا شما نه به اقتصاد میرسید نه به زندگی میرسید نه به هیچ چیز نمیرسید همان جنگ آتش است که همه چیز رو میسوزانه بنابراین به نظر ما عناصر اساسی و بنیادی در حال حاضر همین مسئله امنیت است مسئله جنگ است و مسئله مذاکره با پاکستان است شما نمیتونید اینا رو نادیده بگیرین. بگیرین که نه چون پاکستان مثلا بد میکنه بنابر این ما با پاکستان به توافق نمیرسیم چیکار میکنیم او که هستم اونجا کار خود میکنه و جغرافیا نمیتونی هم نمیتونیم باز بکنیم که افغانستان در جای دیگر, با با جای دیگر ببریم و پاکستان رو به جای دیگر ببریم جنگ مثلا شما نمیخواین ولی جنگ بر شما تحمیل شده تحمل شما نره. در برابر جنگ شما در برابر این مشکلات اساسی که واقعا عامل بدبختی فقر مصیبت اعتیاد فرار مردم همه از مسائل همیناست یعنی شما تا زمانی که جنگ در سرزمین شما هست تا زمانی که همسایه شما علیه شما توطیه میکنه و با او باید توافق نرسید شما به مشکلات دیگر نمیرسید به همین خاطر عرض میکنیم که تایپی یک نقطه مشترک یک وجه مشترک بسیار سازنده است چرا به خاطر که منافع پاکستان هم در اینجا هست هند هم در اینجا هست ما هم در اینجا هستیم و ترکمنستان خو یک کشوری است که تولید میکنه برای این منافع مشترک باید ما را حریص بکنه و ما را تشویق بکنه بر این که این پروژه را را افتادن و فعال شدن این پروژه در اینه که ما باید چیه جل... چی ب... به, صلح و امنیت به اینا دست پیدا بکنیم آه. یعنی اه مثلا این پروژه را به یک نحوی عملی بکنیم و تطبیق بکنیم که مسائل امنیتیش به طور کلی حل شده باشه گرچه متاسفانه در این مسئله باز هم اونا پای گفتن مثلا وزیر داخلی پاکستان بود به نظر ما گفت که امنیت را طالبان میگیره ما طالبان را میگیم که امنیت لوله ها رو بگیره خب این خودش مسئله است این ما باید در ارتباطی با این مسائل اساسی که مسائل اقتصادی و زندگی مردم هست اینا، ما باید یک کارایی را انجام بدیم که کشور همسایه داشت. ما و پاکستانیا با هم با, خلمه. با ما تعهد بکنه و با ما همکاری بکنه در اینکه میزان کشتار و جنایت و جنگ و اینا رو پایین بیاریم همین که اینا گفتن که ما و بخشی از طالبانی که جنگ میکنه اونا رو با هم مشترکان بزنیم کار خیلی خوبی یا اون طالبانی که صلح میکنه اونا رو بیاره در میز مذاکره. در مذاکرات هم اون اصول و مسائلی که ما داریم از دست نمیدیم. سه مسئله نظام، تشکر. قانون اساسی و ارزش های مدنی حقوق زنان چی چی ارزش های مدنی اینا اصولی هستن که ما در مذاکرات اینا رو داریم دیگه این خاص ما که نباید تشکر, باید تشکر. سه دقیقه وقت داریم در جنبندی در اختیار هر سه محترم اول با شما آقای رومان کلیات این گفتگو بر مبنای کدام اولویت ها و خط قرمز های افغانستان آغاز شد از نظر شما چون ما به می سمت میریم حالا اگر میریم با چه تجربیات بریم و امو چارچوبه های اساسی چی باشه؟ خب یک چیزی که بسیار مهم است است که دولت افغانستان تقاضا بکنه که بازی های دوگانه پاکستان در قبال افغانستان پایان بیفته. حالا که ای با میانجیگری یا با تشویق چین و امریکا هم است و چین و امریکا هم از این مسئله آگاهی دارند صدای افغانستان میتونه که غنیتر و رساتر و قویتر تر مطرح شد <applause> مسئله دیگه ای است که افغانستان در چارچوب قانون اساسی خود البته تا زمانی که یک توافق کلی ایجاد میشه مذاکره میکنه و یکی از اصلای این مذاکره ای است که تعهد پاکستان گرفته شود که در یک مدت زمان مقید تمام پایگاه های تربیه و تمویر و تجهیز از اونا را اول اگر بتانن که بی طرف بسازن یعنی از،, از, تسلیح کردن و تربیه کردن و تجهیز کردن خودداری بکنن و در گام دوم اونا را به افغانستان روان بکنن گام سوم ای است که با برقراری مذاکرات مالمدار یک اصل بده بستان در اوج مطرح است که چگونه عدالت به وجود بیاید چگونه ارزش های دو طرف که در میز مذاکره مطرح میشه چگونه اونا برش چیز یک صورت حساب ترتیب شه و بالاخره یک چارچوب عملی برای یک صلح آغاز یک صلح گرفته شد. خواست شما برای نماینده مردم وقتی که اساس رابطه عدم اعتماد باشه و اساس تعامل عدم اعتماد باشه با پاکستان و در درون افغانستان هم دیدگاه قاطع و روشن در مورد صلح وجود نداشته باشه من دورنمای صلح را بسیار تاریک میبینم و من اجازه بدین که در اخیر یک مقوله را یادواری بکنم از دکتر محمود سرالقلم که میگه یک جامعه هر چی که داشته باشه از زیربنا گرفته تا منابع و معادن و حتی جمعیت اگر رهبران دلسوز نداشته باشه هیچگاه به توسعه نمیرسه پس راهکاری هست که ما رهبران را تربیت بکنیم و ظهور بدیم و در از طرف دیگه تغییر بدیم و روایتی که باید نگاه جامعه نگاه کشورهای منطقه را نسبت به افغانستان تغییر بده و نگاه پاکستان رو. تا بتوانیم و او جایی برستیم که قبل از جنگ های داخلی افغانستان بود تشکر آقای نادقی نظر شما خوب خب با چه چارچوب باید آغاز مثلا اینه که چارچوب مشخصه ببینید شما در مذاکرات وقتی میرین اون چهار تا پنج تا اصل اساسی را شما باید داشته باشید. نظام رو باید داشته باشین نظام قابل معامله نیست و مسئله قانون اساسی شما البته او اصلاحاتی که میگه در چارچوب قانون اساسی و قبول تا قانون اساسی قانون بنیادی و زیربنایی نظام سیاسی ما سینم از بین نمیره و ارزش هایی که در تا این 13-14 سال ما آوردیم اینا میتونه یکی از خطوط قرمز اینا باشه و مسئله چهارم که خیلی اهمیت داره مسئله اینه که وقتی شما میرین با طالبان مذاکره میکنید که این مذاکرات وقتی شروع شد اینا اگر عجندار رو ما تاییه کردیم اینا مسئله مشارکت طالبان مطرح است یعنی مشارکت طالبان در نظام سیاسی ببینید اگر طالبان قبول بکنه بر این که صلاح بگذره کنار و در چارچوبی در همون سازوکارها و چارچوبی تعریف شده اینا بخواد در نظام سیاسی افغانستان مشارکت بکنه با. میتونه تا, ب... تا بالاترین حدش رو یک محدودیت هم نداره حتی میتونه براش از طریق همین انتخابات میتونه میتونه خود چیه نامزد ریاست جمهوری بکنه مردم افغانستان رای بده برایش میشه رئیس جمهور ببینید بحث مشارکت طالب در چارچوب همین اصول و ارزش هایی که خدمت شما عرض کردم تشکر. با حفظ از اونها اینا مسائل هست که در گفتگوها مطرح ممنون. میشه محمد اگر دلات اگر دلات آقای روابط بین ناهید فرید از مجلس نمایندگان و خلیل رومان نویسنده و بسیار تشکر از زورتان در پایان از شما نیز ممنون هستم که این بحث را سهیمانه دنبال کردین تا دیدار دیگر خدا نگهدار